قطعا شده وقتی دارید یه کاری میکنید تمرکز ندارید و حواستون هزار جای دیگه حتما براتون پیش اومده که دارید با یکی صحبت میکنید کلی به شما چیزایی توضیح داده آخر سر یهویی به خودتون میاد میگید چی گفتی اصلا متوجه نشدین که چی گفته من توی این ویدیو به شما میگم که چیکار کار کنیم حواسمون جمع باشه تمرکز کنیم و بتونیم بالاترین افیشنسی رو داشته باشیم با من همراه مورد اول اولویت بندی برنامه ها و اهداف این برنامه ریزی کنیم وقتی ما برنامه ریزی داشته باشیم میتونیم تمرکز کنیم یعنی من میدونم که امروز این پنج تا کار رو باید انجام بدم و برای اون اومدم یه برنامه ریختم اولویت بندی کردم و کار شیشومی رو وارد نمی کنم توی این قضیه این باعث میشه که حواسم توی اون روز توی اون تایم توی اون ساعت توی اون ماه هر موردی که داریم توی هر کدوم از اینها تمرکزتون کاملا روی همون مورد باشه مورد دوم نوت برداری کردنه قطعا شما مثل مورد اول برنامه ریزی کردین همه چی اوکی دارید کاری رو انجام میدین یهو یکی زنگ میزنه فلانی مثلا باهات یه کاری دارم یا اینکه مثلا یهو یادتون میفته که اوه مثلا باید به فلانی زنگ بزنید هر چیزی یعنی یک موردی مواردی قطعا لابلای کاراتون پیش میاد که خب پیش بینی نکردین چیکار میکنید یه خودکار یه کاغذ میذارین کنارتون و اینو نوت برداری میکنید یادداشت برداری میکنید اجازه بدین هر چیزی که تو مغزتون هست همون لحظه بیاد بره رو کاغذ بعدا بهش میپردازین الان باید تمرکز کنید رو کاری که دارید مورد سوم اینه که تایم طلایی خودتون رو پیدا کنید مثلا من شبا افیشنسیم بالاست یعنی ساعت دوازه شب که میگذره من تازه خیلی آدم متمرکزی میشم خیلی راحت میتونم بشینم تا صبح کار کنم بدون اینکه حواسم پرت بشه بنابراین ببینید شما تو چه ساعتی از شبان روز میتونید کارایی رو انجام بدین که کمترین حواس پرتی رو دارید این تایم طلایی رو پیدا کردن باعث میشه که تو یک زمان مناسب و کوتاه به خیلی از کاراتون برسید مورد چهارم اینه که عوامل حواس رو حذف کنید ببینید من یه کتابی این اواخر خوندم مینیمالیسم دیجیتال در مورد بحث موبایل و کلا دنیای دیجیتال داشت توضیح میداد یه تحقیقی کرده بودن که تو این کتاب اومده بود میگفت که خیلی از ماها تو طول شبانه روز صرفا کلیک میکنیم و صفحه موبایلمون رو روشن میکنیم و حالا ساعت رو میبینیم یا میبینیم که نوتیفیکیشن اومده یا نه بعد اومده بودن بر... بررسی کرده بودن علمی و دقیق دیده بودن که جالبه که مثلا اون فرد پنج بار ده بار با موبایلش کار داشته اما مثلا پنجاه بار اومده کلیک کرده و صرفا صفحه رو روشن کرده یعنی یک عواملی وجود دارن که باعث میشه ما حواسمون پرت بشه وقتی داریم یه کتابی میخونیم یا مثلا داریم نمیدونم یک برنامه میبینیم یه کاری میکنیم یه هوی مثلا یه نوتیفیکشن میاد باعث میشه حواسمون پرت بشه بریم مثلا توییترمون رو نمیدونم رفرش کنیم ببینیم نوتیفیکیشن جدید اومده من پست جدید اومده این عوامل حواس پرت رو وقتی ما حذف کنیم اون موقع میتونیم به راحتی روی کاری که داریم تمرکز داشته باشیم مورد پنجم مورد جالبیه تو مورد قبلی من گفتم که خب بعد عوامل حواس پرتی رو بذاریم کنار اما بعضی ها نمیشه واقعا یعنی دارید یه کاری رو انجام میدین اما منتظر یه تماس خیلی مهم و جدی هستین یا اینکه بالاخره یک موردی وجود داره که نمیتونید اینو ایگنور کنید خب تو این حالت تو مورد پنجم باید بپذیریم و آگاه باشیم یعنی ما آگاهانه کارها رو انجام بدیم اینجوری نباشه که ناآگاهانه هی بریم نوتیفیکیشن رو چک کنیم هی بریم موبایلمون رو باز کنیم بعد بعد یه روز به ما بگن که پنجاه بار این کارو کردی بگیم نه ما که این کارو نکردیم مثلا سمت موبایلم هم نرفتم بنابراین وقتی ما آگاهانه این سمتی بریم اون موقع میدونیم که وقتی منتظر تماس یکی هستیم وقتی اون فرد تماس گرفت ما میریم جواب میدیم نه اینکه هی موبایل رو برداریم ببینیم نکنه مثلا من سایلنت بوده زنگ زره نکنه اینجوری نکنه اونجوری بنابراین این پذیرفتن نه تنها تو بحث حواس پرتی تو بحث تمرکز کردن و اینا که اصلا کلا تو کل زندگی وقتی ما بپذیریم و آگاه باشیم به کاری که میکنیم خیلی به ما کمک هم خواهد کرد مورد که خیلی غافل میشیم اینه که نیاز داریم واقعا استراحت کنیم مراقبه کنیم برای اینکه بتونیم تمرکز کنیم برای اینکه بتونیم حواس پرد پرت نشه واقعا بعضی موقع نیاز داره که استراحت خوبی داشته باشیم یا اینکه مراقبه کنیم مراقبه چیز پیچیده و عجیبی نیست نیاز نیست تشریفات خاصی داشته باشه هم که رو صندلی بشینید یا چارزانو بشینید و چشتون رو ببندین و توی محیط حالا ساکت مراقبه داشته باشید یه مراقبه سکوت 15 به شما خیلی کمک که بتونید تمرکزتون رو بالا ببند. برید. مورد هفتم موردی که من خودم خیلی بعضی موقعا تمرین میکنم به خصوص بعضی موقعا که آشفته هستم اینه که با دست مخالفم شروع میکنم خط خطی کردن اصلا نیازی نیست فکر کنید که حالا این خطایی که میندازید ازش یه طراحی خاصی در بیاد یا هر چیز دیگه نه شما کاغذ رو میذاری جلوتون خودکار مداد و برمیدارید شروع میکنید فقط خط خط کردن انقدر خط خطی کنید که اصلا صفحه کاملا پوشیده از حالا رنگ خودکار یا مداد بشه این کار باعث میشه که شما حال خوبی پیدا کنید اینو حتما تست کنید خیلی جواب میده و اینکه برای اینکه بتونید متمرکز باشید به شما خیلی کمک میکنه مورد هشتم اینه که برای هر کاری یه زمانی مشخص کنیم مثلا در طول روز من دو بار میخوام سر بزنم به اینستاگرام این ساعت و این ساعت یا این بازی زمانی میرم سر میزنم و میام بار دوم که سر زنم دیگه میره تا فردا یا یعنی اینکه مثلا ایمیلمو میخوام چک کنم و هر روز عصر میرم ایمیلمو چک میکنم نه اینکه کلا باز باشه هی منتظر باشیم که یه دونه ایمیل اومد خب اینو برم جواب بدم یه ای ایمیل دیگه اومد برم ببینم چیزایی که دست خودتونه یعنی اگر اینکه ایمیل یک حالا ایمیلایی که مثلا براتون میاد رو اگر در روز یه ساعت خاص اینا رو چک کنی جواب بدی مشکلی پیش نمیاد همین کارو انجام بدید به جایی که در طول روز 10 بار برید مثلا ایمیل چک کنی، خب یه بار برین چک کنید شما برای هر کاری که دارید زمان مشخص کنید کارهای روتین و روزمرتون اون موقع کاملا میبینید که همه این موارد در کنار هم قرار میگیره و باعث میشه که شما وقتی یه کار دیگه یه کار مهم دیگه دارید انجام میدید دیگه فکر و ذکرتون به این نباشه که خب ایمیل ها موند این موند اون موند و فلان و از این حرفا مورد نهم اینه که همزمان چند تا کار انجام ندیم ببینید من خودم عادت دارم وقتی غذا میخورم دوست دارم فیلم تماشا کنم حالا جدا از این که این اواخر مطالعه کردم و دیدم که اصلا این کار باعث میشه که من تونتون غذا بخورم و, و مثلا مالا اضافه وزن بیارم و فلان اینا یعنی جدا از این قضیه نه باعث میشه که اون فیلم رو درست حسابی ببینم نه اینکه از غذام لذت ببرم بنابراین شما پیشنهاد من اینه که همزمان چند تا کار رو انجام ندید اجازه بدید اون یه دونه کار مختصی که دارین رو انجام بدین بعد برین سراغ کار بعدی برین سراغ کار بعدی اینجوری هم باعث میشه که لذت ببرید از این مواردی که دارید انجام میدید هم متمرکز باشید روی همون موارد مورد دهم اینه که محیط مناسب و لذت پخش پیدا کنی من یکی رو میشناسم که وقتی میخواد بنویسه پا میشه میره یه کافه ای رو میشناسه میره اونجا و شروع میکنه اونجا نوشتن تحقیق کردن کارش رو انجام دادن یه بار ازش پرسیدم چرا این کارو میکنی گفت که واقعا حال میکنم یعنی اصلا من میرم میشینم اونجا تازه مغزم شروع میکنه به کار کردن بنابراین برای خودتون محیطی رو آماده کنید درست کنید اوکی کنید که اونجا حالتون خوبه براتون لذت بخشه و این باعث میشه که دقیقا تمرکز داشته باشین رو کاری که دارید انجام میدین مورد یازدهم اینه که به علم متکی باشین خیلی از دانشمنده و محققه اومدن در مورد مو... موارد علمی صحبت کردن که مثلا فلان ورزش رو بکنید یا فلان خوراکی و میوه و نمم غذا رو بخورید باعث میشه که بتونید تمرکز کنید باعث میشه که نمیدونم یه اتفاقاتی تو مغزتون بیفته که این تمرکز شما رو بالا ببره وقتی دنبال این موارد بگردیم و فکتای علمی وجود داشته باشه و ما بریم سراغشون بریم اون میوه رو بخوریم اینا به ما کمک میکنه که بتونیم تمرکزمون رو بالا ببریم واقعا از علم غافل نشید مورد دوازدهم اینه که به راحتی نبگید ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که هزار و یک تا به ما کار میسپارن اوکی انجام میدم باشه انجام میدم فلان انجام میدم بعد خود من به شخص آدم ام که به تعویق میندازم خیلی از کارا رو سرم شلوغه نمیرسم بعد یه قولی که به یکی دادم رو میرم دقیقا به ددلاینش نرسیده بعد اونو انجام بدم بعد از اون لحظه ای که آره گفتم تا اون لحظه ای که باید انجام بدم این تو مغزمه هر کاری میکنم میام کار فلانی مونده وای خدا سه روز دیگه باید تحویل بدم و چی و چی چی. خب نبگید نبگید و خلاص کنید خودتونو اجازه بدین پهنه باندتون اشغال نشه و در نهایت مورد سیزدهم شاید یه ذره شعاری باشه اما اینه که سخت نگیرید یعنی هر اتفاقی افتاد وقتی دارید یه کار مهمی می انجام میدین یه هایی تمرکزتون از بین رفت و برگردیم بگید من مثلا اومدم این دوازده مورد قبلی رو همه رو رایت کردم اما چرا خب حالا هنوز تمرکز ندارم مشکلم چیه فلان چیه نه سخت نگیرید واقعا اجازه بدین زندگی بره روز و شب میاد و میره و ما داریم تلاش میکنیم که بتونیم رشد کنیم به خاطر اون با انجام این 13 تا کار شما میتونید یه ذره به خودتون قطعا کمک کنید که جلو برین و تمرکز داشته باشین تجربات خودتون رو برای من بنویسین مورد دیگه اگه دارین که باعث میشه بتونیم تمرکز کنید تو کامنت بیارین اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید در نهایت اگه کانال من رو هنوز سابسکرایب نکردین ممنون میشم دکمه زیره ویدیو کلیک کرده و کانال من رو سابسکرایب کنید امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه تا ویدیو بعدی خداحافظ شما